آزار و شکنجه، برداشت اعضای بدن زندانیان عقیدتی در قید حیات، حکم‌های طولانی مدت زندان، تعرض، سانسور اینترنت، اینها تنها چند مورد از موارد نقض حقوق بشر است که چند هفته پیش در جلسه‌ای در پارلمان اروپا در بروکسل مورد بحث قرار گرفت. سویوتوئن که مقیم خارج از کشور است و در حال حاضر روزنامه نگار دویچه وله می باشد، یکی از سخنران مهمان بود. وی به بیش از 100 نفر از حضار داستان تبعید خود را بازگو کرد و از رنج و عذابهایی که وکلا، روزنامه نگاران و مخالفان تحت سلطه رژیم کمونیست چین متحمل می شوند سخن گفت. اعضای پارلمان اروپا، مقامات اتحادیه اروپا، فعالان حقوق بشر و مخالفان در این جلسه حضور پیدا کردند. روز قبل از این جلسه خانم سو مکالمه تلفنی با وکیل و فعال نابینا چنگ گوان چنگ داشت. بعد از اینکه چنگ گوان چنگ به ایالات متحده آمد با وی صحبت کردم. به همین دلیل او فقط یک چیز را به من گفت. باور کنید با اینکه در خارج از کشور هستم از مسائل چین دست نخواهم کشید و هنوز هر آنچه که بتوانم را از اینجا انجام خواهم داد. وی جینگ چنگ که برنده جایزه ساخاروف نیز می باشد، از طریق پیامی ویدئویی نگرانی‌های خود را از وخیم‌تر شدن اوضاع حقوق بشر در چین می‌گوید. امروز وضعیت حقوق بشر در چین در خطرناک‌ترین مرحله است. مقامات قضایی به مافیا تبدیل شدند که به طور قطع کل جامعه را سریعاً به زمان فاشیست‌های نازی یا انقلاب فرهنگی وارد می‌کند. سویوتوئنگ برای یک رسانه بین‌المللی آلمانی کار می‌کند و در حال حاضر مسئول تهیه گزارشی درباره وضعیت حقیقی چین است. حزب کمونیست چین مسائل مربوط به فالونگونگ، تبت، مسلمانان اویغور و رویداد 4 ژوئن کشتار میدان تیانانمن را به عنوان پرفشارترین مشکلات و خط قرمز در نظر می‌گیرد. تا آنجا که متوجه شدم، درست مثل چیزی که طی سخنرانی‌ام در جلسه ذکر کردم، وکیل گاو شیچنگ فقط به دلیل اینکه به تمرین کنندگان فالونگونگ به طور قانونی کمک می‌کرد، به زندان افتاد. این به اصطلاح گفتگوی حقوق بشر که سیاستمداران در چین از آن به عنوان راهی برای پرداختن به مسائل حقوق بشر انتخاب می کنند، تا کنون حداقل نتایج را در بر داشته است. گفتگوی حقوق بشر با چین به درخواست چینی ها از 2 جلسه در سال به 1 جلسه در سال کاهش یافته است. و به هر حال نتایج حاصل از این مذاکرات برای بهبود وضعیت حقوق بشر در چین واقعا قابل رؤیت نیست. حزب کمونیست چین رشد اقتصادی خود را قطعی و همیشگی می‌داند و کوچکترین اهمیتی به انتقاداتی که در مورد حقوق بشر از سایر نقاط جهان دریافت می‌کند نمی‌دهد. علاوه بر فعالان چینی، برخی از اعضای پارلمان اروپا نیز قصد بالا بردن آگاهی در مورد وضعیت حقوق بشر در چین را دارند. مقامات دولتی اعضای بدن انسانها را در مقیاسی عظیم بر می دارند، به خصوص اینکه زندانیها را برای این منظور به کشتن می دهند. با اینکه مخالفان چینی در خارج از کشور زندگی می کنند، اما آنها از مردم چینی که خواهان آزادی اند حمایت می کنند. درست همانطور که آی وی وی گفته است، تا زمانی که هنوز یک نفر در بند وجود دارد، من هم احساس آزاد بودن نخواهم کرد. بنابراین در قلبم حقیقتاً به سرنوشت این افراد متعهد هستم و هنوز آزاد نیستم. پس باید هر کاری از دستم برمی آید انجام دهم. وی جینگ چنگ در پیام ویدیویی خود همچنین خاطر نشان کرد که تاریخ بارها ثابت کرده است که سیاست کوتاه بینانه کشورهای دموکراتیک غربی که به خاطر منافع اقتصادی خود نقض حقوق بشر را نادیده می گیرند می تواند به عواقب جدی و خطرناکی منجر شود.